سلام به همه دوستان عزیز و همراهان کانال دوچ پزیش تیوی خب برای ازدواج کردن در زبان آلمانی فعل هایقاتن استفاده میشه حالا در این درس یاد میگیریم که فرقی های هایقاتن ف های و گ هایقاتن چی هستش و کدوماش با زاین میاد و کدوما با هابن میاد اینها با همگه فرق داره همش یه معنی رو میده ولی در گرامر با همدیگه تفاوت داره خیلی دوستان هنوز در کامنت ها آدرس کانال تلگرام و اینستاگرام رو میخوان دوستان شما کافیه که دوش پرزش تیوی رو در اینستاگرام یوتیوب و فیسبوک جستجو بکنید پیداش میکنید دوستان عزیز در تلگرام هم آدرسش دپ تیوی یک هستش که میتونید با سرچ کردن و جستجو کردن کانال تلگرام خودتون رو پیدا بکنید خب اول با فعل های قاتن های قاتن به معنی ازدواج کردنه درست در زبان آلمانی میگن که به طور مثال اقتا هایقاتت دیتختا دسناخ بههان دی دس یعنی اوناقا با دختر همسایه ازدواج میکنه نکتهش اینه بعد از هایقاتن اکوزاتیو قرار میگیره یعنی میگن کسی را با... نمیگن مثل فارسی با کسی ازدواج کردن بلکه میگن کسی را ازدواج کردن اا هایقاتت دیتختا دسناخ بههان و یا میتونم بگم ایش هایقاتن ich heirate Anna. یعنی من با آنا ازدواج میکنم. تو جمله سوم میگم که اون خانومه برای بار دوم ازدواج میکنه. زی هایقاتت زوم زویتن مال. زی هایقاتت زوم زویتن مال. خب حالا حالت پرفکتش جوریه. حالت پرفکتش هابن هستش در جایگاه دو جمله باید صرف بشه و پارتیسیب سوای هایقاتن میشه گهای درست میگم که احت نیشت گهای یعنی اون آقای ازدواج نکرد یا اون پسر جوونه ازدواج نکرد احت نیشت گهای حالا بخوام بگم من ازدواج کردم میشه اش هاب گهای اش هاب گهای به همین شکل میخوام بگم که اون خانومه سال قبل ازدواج کرد. زی هات لتسیا گهای قاتت. زی گه یعنی اون خانم پارسال ازدواج کرد. حالا میخوام از تو بپرسم که آیا تو با اون خانومه یا با اون آقا ازدواج کردی؟ هستو زی گهای گه قاتت؟ هستو این گهای گه قاتت؟ زی برای اون خانوم هست و این برای اون آقا. دیدیم که بعد از برای این فعل از مفعول مستقیم یا همون آکوزاتیو استفاده میشه قبلا همه آکوزاتیو ها رو دوستان از ما در ساده بودیم در پلیلیست آکوزاتیو داتیو گنتیو همه این بحثا در اختیار شما دوستان هست لینکش رو براتون این بالا میذارم که به همه ویدیوهای اون پلیلیست یا پوشه دسترسی داشته باشید حالا من تنها بپرسم نمیخوام بگم با کسی ازدواج کردی میخوام کلی بگم بگم آیا ازدواج کردی هاستو گهای قاطت؟ میبینید که فعل با هابن میاد حالا بعدی که داریم ف هستش نه گ قاتت بلکه ف یعنی همون ازدواج کرده کسی که در اصل مجرد نیست و ازدواج کرده که ف قاتت در اصل صفت هستش یعنی صفت فعل های هستش گهایقاتت های قاتت پارت... پارت... فعل های هست و ولی ف های صفته که با زاین میاد به طور مثال ایش بین فهایغاتت دو بیست فهایغاتت فه ار فه زی ار از فهایغاتت فه زی از فهایغاتت خب ولی تو بالا اگه بخوایم از فعل هایغاتن استفاده کنیم بسی با هابن صرفش بکنیم حالا میخوام بپرسم که آیا اون خانومه ازدواج کرده یا اینکه طلاق گرفته یعنی مزدوج هست یعنی شوهر داره یا اینکه طلاق گرفته از زی فهایغاتت او گشیدن. گشیدن یعنی طلاق گرفته is sie verheiratet پس دوستان یعنی اینکه کسی که یا زن داره یا شوهر داره ولی حد زیگه های یعنی آیا ازدواج کرده ببینید معنیش یه مقدار با هم یه متفاوت هستش جواب سواله رو میگم زی ایست فهائقاتت. یعنی اون خانم شوهر داره زی ایست فهائقاتت. زیزیندشن شون زایدنسوا یعنی اونها یعنی اون خانم و از دو سال زایت رو هم قبلا درست داده بودیم دوستان زایت سال یعنی از دو سال قبل تا الان خیلی خوشحال با همدیگه زن و شوهر هستن که میگن گلوکلیش فهایقاتت یعنی دو نفری که با همدیگه ازدواج کردن زن و شوهرند و از زندگیشون هم راضی هستن خب پس چی دوستان یه مرور کوتاه میکنیم فهای قاتت صفت هستش که با زاین میاد ایشبین بین فهای قاتت زی ایس فهای یعنی مرد باشه یعنی خب یعنی همسر داره حالا خانم باشه یعنی آقا داره آقا باشه یعنی خانم داره و مثل این ولی ما که میپرسیم هاستو های قاتت یعنی که آیا ازدواج کردی یا الان ازدواج کردی در قبل و یه مقدار ببینید در معنی با فهای یه مقدار فرق میکنه حالا به عنوان تمرین من از شما میپرسم بیستو و فهای قاتت آیا شما همسر دارید و در از ازدواج کرده اید و یا میتونم بگم می که هستو گهای قاتت هستو گهای قطت. یعنی آیا تو ازدواج کردی میتونین جواب این سوال رو به عنوان تمرین در کامنت بنویسید خب امیدوارم از این درس بهره کافی رو برده باشین سوالی که دوستان بود که پرسیده بودن شما هم اگر میخواید راجع به مطلبی بیشتر بدونید میتونین در کامنت ها بنویسید تا در درس آینده بدرود دوستان عزیز